بینندای محترم برنامه اندوکش، السلام علیکم. ما بعد از بسیار تپتلاش خانه با اقراش را بیافتیم. می خواهیم امرایشان یک مصاحبه داشته باشیم. آن ببینیم خانه هستن یا نه؟ و علیکم سلام. پدرت هست؟ نه خیر. دختر با اقراش را بستی؟ آه. او جان کاکو، چرا خیلی زیاد بخار کشیدی؟ گرمی هست ها؟ آه. کجا رفته پدرت؟ پشت گوش رفته قصابی. قصابی پشت گوش رفته؟ آه. خب بسیار زیاد تشکر. من میرم زنده باشی. قصابی میبینم شان. با امان خدا فعلا. بینیدای محترم تلویزیون با اخلاص خانه نبودن. حالا میریم دمروشان اگر تصادفاً پیداشون کنیم. بیننده های محترم تلویزیون، قسمی که شما میبینید با اقراص بین خوشبختانه دم روی ماما. سلام علیکم، چطور هستین با اقراص؟ صد شما خوب، خیلی تشکر. ببخشید این طرف نه ما شما خواهش میکنم. ما پیش آمدم خانه امروز شما گفتم یک مصاحبه داشته باشیم. باز دخترک شما برآمد گفتن که قصابی پشت گوش رفته. بله ها، بخیر شما خبر معلومات حاصل کردید. بله، ولی ما حال که میبینم شما کچولو گرفته نه گوشت. این چی راز است؟ این طور است که ما خواستم تصمیم گرفتیم بریم گوشت بخریم. دیدیم که گوشت بسیار قیمت است و خوردنش هم مشکل. بله. ولی حالا بونم کچولو ساختیم اونرا گرفتیم آمدیم. بعد پولش بچه ما گفتم که بچه‌م تو هر وقت میگفتی گوشت میخورم این دکان قصابی است. یعنی دیدنش که خودت میتونه دیگه از اینکه من... خب باید خواستم شما رو زحمت نمیتیم. خواهش میکنم بفرمایید میریم خانه. تشکر، زنده باشین. ما تا جایی که معلومات حاصل کردیم شما در یک اتاق زندگی میکنید. بله. و ما فکر میکنم که همین مشکل و پرابلم برای شما کافی است. ما شما رو زحمت نمیتیم. تشکر. فقط میخواستم که یک چند لحظه برای شما باشیم صحبت کنیم. خب باید خواستم شما در پشاور، در شهر پشاور چی مصروفیت دارید؟ ما فعلا اینطور مصروف هم جایی نیستم که اینطور مصروف باشم. منتها به ارتباط مسلکم کدام وقت هر کدام نمایش یا برنامه پیدا شوه کار میکنم. در غیر از بیکار هستم، اما در بیکاری بازم سخت مصروف هستم. شما گفتین بیکار هستم. بله. باز بگه سخت مصروف هستم. ما نفهمیدیم با اخلاص چطور شما سخت مصروف هستم؟ این مصروف چور زدن هستم دیگه. زنده باشین با اخلاص. شما همیشه طنز میگن. بسیار زیاد خوشحالیم که شما را جور سالم دیدیم. با اخلاص فعلا خوب خانم نمیریم. کدام فکایی اگر یادتون باشه میرزه برای بینیدهای محترم این دو کش بود؟ فکایی دیگه تر فیلن به یاد ما خوب نیست. منطقه یک فکایی باید برتون بگویم که خب بینیدهای عزیز محترم خدا کنه که خسته کن واقعی نشه، شاید تکرار هم باشه. میگن خانم داخل خانه خود حویلی خود مصروف کار خانه و منزل خود بود. یک طفلکش بود مثل بچه هایی که مزید که خورتر گفت مادر سیب میخورم. خب بازی خانم خود تیر آمد باز گفت مادر تو را میگم سیب میخورم. گفت بچیم سیب از کجا شوه؟ گفت مادر ما خب میخورم. گفت بچیم کباب شوی سیب از کجا میشه؟ گفت مادر کباب هم میخورم. خب دید که شنه گرفت سیب هم میخورم کباب. گفت بچه گفت بال هم میخورم به زمین میزنم خربوزه باره پاش باشه. گفت خربوزه هم میخورم مادر. زنده باشین بای خواسته بیاک جان. تشکر. شما کدام پیام اگر برای افغانای مقیم آمبورگ داشته باشن یا برای هنرمندایی که فعلا در آمبورگ زندگی میکنه مگر اختیار شماست میتونن که تشکر ما و برادرای افغانی ما که در اوج زندگی میکنن فعلا خب اول خوشی و سعادتشان میخوایم در هر جایی که هستن آرام و سعادتمند باشن. بعدا برشان یادآور میشم که در هر جایی که هستن فقط وطن خدا و این پرابلم فعلا در وطنشان است. این را فراموش نکنن. اگر میتونن هر کس به حد خود اطاعت طلب است. اگر بتانن به خاطر از بین رفتن همین جنجال و پرابلمی که در کشور ماست و از بین بردن به خاطر از بین بردن مردم بیچاره ما، اگر اینا یک کمی کوشش بکنن و حرف خود جایی برسانن که تا این جنجال خلاص شود و تا این مردم ما از پرابلم نجات بیافتن، همین خواهش ما است. و برای هنرمندا هم زندگی خوب و فعالیت بیشتر در قسمت هنرشان و برای مردمشان زیادتر خدمت بکنن و ما را هم فراموش نکنین. این حرف ماست. تشکر با اخلاص. بیننده های محترم برنامه اندوکش، این بود صحبت کوتاه ما با محترم مرتضی بایقرا، هنرمند بسیار بسیار ورزیده و شناخته شده کشور ما. هنرمندی که فعلا مثل سایر افغانایی که در پشاور در غربت زندگی میکنن خدمت شما تقدیم کردیم. خدا حافظ شما.